سلام من بر همه دوستان عزیز و هموطنان گرامی. از اینکه برنامه میامه رو توجه داشتین و پیام‌های زیباتون رو دیدم ممنونم از همتون و خوشحالم که دونه دونه متوجه میشین که در اون زمان ما چه خدمتی با این هتل درست کردنمون در جامعه توریستی و در جامعه موزیک خدمتگزار ملت بودیم. هتل میامی یه دونه بود، ولی شما حساب کنید هتل هیلتون، شرایتون، کانتیننتال، اینا همه زنجیره‌ای هستند، سراسر دنیا بودن، اینترنشنال همینطور، دربند هم که مال بنیاد پهلوی بود، ولی ما یه دونه بودیم، یه میامی، و تونستیم در دنیا سرصدا کنیم برای یه هتل خودمون و این همه توریست رو وارد مملکت ایران کنیم، ایران رو با یه همشرکت شناختیم که جمعیت بیاد. اون روزهای اول میامه دوتا اتاقش هم پر نمیشد، زحمت زیاد کشیدیم که هتل میامه در دنیا سرصدا کرد و اعتباری بود برای ایران و برای همینم بزرگترین ایجنس های دنیا با ما کار میکردن و توریست، ایجنت های توریست کم کم با ما ارتباط پیدا کردن. از توریست ها میخواستن که بیان برن هیلتون، میگفتن نه میامی میخواییم بریم، ایجنت ها با ما تماس میگرفتن. مثل روزهای اول نبود، میرفتی فرودگاه به تاکسی های فرودگاه گفتی اگه برای مسافر بیارید 50 تومن دارید، ولی با همون حرکت های درویشی خودمون، فرم خودمون، میامی به اوج رسید. میامی زد رو دست هیلتون، شرایتون، کنتینانتا، دربند و اینترنشنال ها، هتل های بزرگ. ما خوب درخشیدیم، خدا رو شکر در میان مردم حفظ آبرو کردیم. گذشت. خب بعد از 2 سال افتتاحیه که من با گوگوش ازدواج کردم و خواستیم ماه عسل بیام یه ماه که به 6 ماه طول کشید، اون داستانهای خودشو داره. وقتی که من تهران کامبیز 6 ماه حامله بود، بعد از حاملگی تو این حاملگی شاقا آهنگای جالبی پرویز مقصدی گرفتیم، کاری نداریم. بعد ما هیچ موقع در میامه برنامه ایرانی نداشتیم. اولین بار بعد از زایمان گوگوش ما گوگوش رو گذاشتیم در میامه. اون هم تونستیم ارکستر 3 نفره‌ای که با خودمون برده بودیم برای ماه عسل که تو اسپانیا، در گرانادا اسپانیا بودن، یکی شاوردی بود، یکی منوچر بود، یکی فرامز رشتی، اینا تو گرانادا با ارکستر اسپانیولی که قبلا تو میامی بودن گذاشتن، اینا تمرین کردن. اینا رو
آوردیم تو ایران و حالا ارکستر دو جازه بود، گوگوش کم کم تو میامه جا افتاد، درخشید. زمانی بود که پتی پراوو و دومنیکو مودونیو و اینا اومدن و این برنامه رو دیدن، جورجیو فرارا، پپینو دکاپری، خب ایجنت هم برنارد هیدر رو، بزرگتر ایجنت فرانسوی که تو در دنیا خیلی اسم داشت، آوردم برای میامی، مهمان میامی، و گوگوش هم معرفی کردیم. گوگوش از اونجا تو دست آقای برنارد هیدر گذاشتیم و که رفت منیجر به نام جورج و نمشی قد بلند داشت، اون رو انتخاب کرد که منیجر گوگوش بشه و خلاصه اون حیثیت میامی، اون قدرت میامی و اون کنکشن های میامی، گوگوش رفت تو اروپا و تونستیم همون میامی، قدرت میامی بود که تونست با تبلیغات خودش با کمپانی باکلی، ادی باکلی در فستیوال میده مکان بدرخشه. اگر این میامی نبود گوگوش کجا بود؟ باز میرفت مارتیک تبشقاب خور و یا شهره آقداشوش کوکائینی معروف و بیاره جلو دوربین بگه ما از طرف دولت اومدیم و ما فلان اومدیم. ای کو وجدانتون، کو شرفتون؟ آیا من به تو بد کردم؟ من به تو خیانت کرده بودم؟ من پول تو رو خورده بودم؟ اگر شرف داری، معرفت داری، بیا جلو دوربین بشی حرف بزن، واقعیت‌ها رو بگو. وقتی به روز رو دیدی در روم، آیا جز اون گل زد برای 4-5 تا فیلم، تمام اون سرمایه که اون مدت خرج شد برای تو با اون حیثیت میامه که پشتبان تو بود چه لطفه زدی؟ منو کردی تو زندان؟ طلاق بگیری که 4-5 تا فیلم بازی کنی؟ این وجدان تو بود. بعد میدیم که من تو رو کتک زدم و من نمش. اون بروز اصلا تو زندگی ما بود، اصلا ما همچین مشکلاتی داشتیم، میدونست که من با گوگوش درگیری نداشتم و اون میره و ولایت اشرف اینو میگه. شما حساب کنید، دل آدم میسوزه، عوضه که تشکر بشه. حالا که جدا شدیم رفت، کاری هم به هم نداریم، ولی کون معرفت، کون فرهنگت که تو این چیز، من به خاطر تو، خودت میدونی بابت همون مأمور رضا میامه رو بستم. برای چی بستن؟ به خاطر که تو این کرد و پلیس و اون تیمسار سعودیانپور میتونست منو ببره تو زندان، نه میامه ای که 500 نفر کارگر کارمند کار میکردن و نوم میبردن خونشون و تو دنیا سرصدا داشت، باعث افتخار بود. ما به خاطر کی شکست خوردیم؟ و اون دولت
میدونست که ما چی کارا داریم میکنیم، به خاطر حسادت چی کار کردم بابا؟ همش باجگیریشون بود. چرا من به شهرانی تیمسال سمدیان پور و تیمسال جعفری رشوه ندیدیم؟ بابا ما کار سالم میکردیم، با کسی هم دردسر نشدیم. باج اون کلانتری بود میدادیم که هر پلیسی که میامد یا افسری که میامد حقشو میگرفت و میرفت. گاردمون همونا بودن، یه پاسبان شیره‌ای واسطه بود با یه افسر. کسی قدرت نداشت، الان دو با خیانت نکرده بودی. اون میامه به عظمت به خاطر کی بسته شد؟ حسادت ها. بله، بعد از میامه با... که به سختی باز کردیم، کیا آمدن رو؟ همه خواننده ها رو همون استیج به خاطر همون نور، به خاطر همون صدا، به خاطر عظمت کاباره بالا آمدن. این همه آهنگ خریدیم براشون، اصلا زورشون میاد اسم میامه رو بیارن، زورشون میاد اسم من رو بیارن. دسته که اینا حمایت از کجا شده؟ شما حساب کنید چقدر بی لطفیه. و دروغ، پشت دروغ. بابا خانم گوش، جز مهر و محبت من به تو و کمک به پیشرفت تو کاری دیگه نکردم، و تو بودی خیانت کردی نه من. این درست نیست. یه تبشخواب و خور و ببری جلو دوربین از خودت چرت و پرت بگه، یا اون معتاد کوکائینی. ولی متاسفم که به این زمان ها خوردیم و به این افرادی که ندونسته با ما دشمنی کردن. شماها نون میامه رو داریم میخوریم و این قشنگ نیست. جای میامه یا جای محمود قربانی تباش خواب خور رو بیاریم معرفی کنین، و یا اون یکی بیاد درباره شما صحبت کنه. اینا چه پخی بودن؟ کجا بودن؟ هم من منوچهر چشمازه که بیاد درباره تو صحبت میکنه، بگه ارگشو کی خرید براش؟ همون مارتیک کی گیتارش خرید؟ کی امپلیفایر مارشالش خرید؟ چی دارین میگین؟ نذارین بیش از این من دهنم باز شه. بیاین قدرت داشته باشین و معرفت داشته باشین، حقیقتا رو بگین. چون موزیک یه پارت تاریخ مملکتمونه، برای همه دنیا همینه. اینو بدونی دنیا روی موزیک میچرخه.